سلام، شب شما بخیر. به خبرهای ساعت 10 طلوع و طلوع نیوز با من جمال ناصر فرحمند خوش آمدید. سرخط خبرها: تأکید آمریکا بر پیکار جدی با حراس افغانی. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست سران ناتو بر پیکار جدی با گروه‌های حراس افغان در جهان تأکید. ناتو در آینده باید بیشتر تمرکز به حراس افغانان، مهاجرت و همچنان به تهدیدهای برخواسته از روسیه در مرزهای شرقی و جنوبی ناتو باشد. خواستها برای پیگیری تهمها بر حکمتیار. هزاران شهروند کشور با امضای پای یک تومار عدالت‌خواهی از حکومت و یونما می‌خواهند که گلبدین حکمتیار را به دادگاه بکشند. قربانیان 17 سال اخیر که از طرف حکمتیار متضرر شدند باید او را وادار کنند که معذرت خواهی کنه و عذر خواهی کنند. تایید طرح تمدید رای آهن آقینه آتامراد. کابینه طرح تمدید 10 کیلومتر رای آهن آقینه آتامراد را تایید کرد. کابینه تایید کرد که 10 کیلومتر از این خط آهن به داخل خاک افغانستان تمدید شد. و هشدار چین به ایالات متحده آمریکا در واکنش به داخل شدن یک کشتی آمریکایی به آب‌های این کشور. خوش آمدید به این ساعت خبری. تا یک ساعت دیگر من میزبان شما هستم. مشروع خبرها: هزاران شهروند کشور با امضا پای یک تومار عدالت‌خواهی از حکومت و یونما می‌خواهند که گلبدین حکمتیار را به دادگاه بکشانند. شماری از جوانانی که این تومار را به نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل سپردند می‌گویند که پای این تومار شهروندان 10 ولایت کشور امضا کردند. این تومار دادخواهی در درازای 6 ماه آماده شده است. در همین حال نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزد که این سازمان باور دارد که توجه به حقوق بشر بسیار مهم است و توسعه و حفاظت از حقوق بشر اصل اساسی صلح پایدار و واقعی است و عدالت انتقالی و مصالحه از اساسات مهم به شمار می روند. این جوانان به نمایندگی از هزاران شهروند کشور از 10 ولایت اینجا به نمایندگی از سازمان ملل متحد در کابل آمدند تا تومار عدالت خواهیشان را به مسئولان این نهاد بسپارند. پای این تومار خانواده های امضا کردند که عزیزانشان را در جنگ های داخلی دهه 70 که یکی از طرف های درگیر جنگ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود از دست دادند. اگر حکومت و یا سازمان های بین المللی قادر نیستن این را به ما حکومت بکشانند، حداقل وادار بسازند که از متضررین و قربانیان 17 سال اخیر که از طرف حکمتیار متضرر شدند باید او را وادار کنند که معذرت خواهی کنند و عذر خواهی کنند. کسانی که این دادخواهی را آغاز کردند میگن که عدالت خواهی آنان نباید قربانی صلح شود. ما از دفتر در دو توقع داریم. یکی توقع بسیار کلان داریم که حکمتیار باید به دادگاه کشانده شود و توقع بعدی ما توقع کوچکتر است، اوی که حکمتیار باید از کسایی که از جنایات حکمتیار متضرر شدن حضور بخواهد. یک از خواسته های بنیادی کسانی که پای این تومار امضا کردند به دادگاه کشانیده شدن رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است، حزبی که به تازگی حکومت با آن صلح کرده است. ما این تومار را به خاطر از اینکه تسلیم یونما کردیم که یونما که است یک دفتر سیاسی بین المللی است که در هر کشور مثلا وظیفه دارد که در هر کشوری که حقوق بشری نقض شده باشد باید دادخواهی صورت بگیرد. این تومار در درازای بیش از 6 ماه ساخته شده است و شهروندان کشور از 10 ولایت پای آن امضا کردند. دیده شود که سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان به این خواسته چی پاسخ می دهد و نیز حزب اسلامی به آن چگونه واکنش نشان می دهد. شماری از نمایندگان مجلس حکومت را به قانون شکنی در کار معرفی نکردن 7 نامزد وزیر تازه برای وزارتخانه هایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند متهم می سازند. آنان می گویند که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بر بنیاد منافع سیاسیشان می خواهند کسانی را وزیر بسازند که از خواسته های آنان سرکشی نکنند. در همین حال حکومت یک بار دیگر تعهد می سپارد که نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به زودی به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد.
پس از آن که مجلس نمایندگان در روزهای اخیر برای طارق شاه بهرامی، نرگس نهان و فیض الله زکی نامزد وزیران وزارت‌های دفاعی ملی، معادن و کار و امور اجتماعی صندوق رأی نگذاشت و از حکومت خواست تا 7 نامزد وزیر دیگر را نیز به مجلس معرفی نماید، حکومت تعهد سپرد که این نامزد وزیران را نیز تا 1 هفته دیگر به مجلس نمایندگان معرفی کند، اما دیده می شود که حکومت تا هنوز هم در این باره تصمیم نهایی را نگرفته است. تلاش بری هست که کابینه بزرگترین فرصت تکمیل شود. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی درباره معرفی اعضای کابینه به تنهایی تصمیم گرفته نمیتوانند و شماری از سیاستگران در این کار دست دارند. اینا بله گویک میپالند، اینا یک مادون میپالند که فقط از بالا امر کنند و اینا هم تایید کرده برند. نه تنها در خصوص کابینه، در تمامی ساحات رئیس جمهور دید سودجویانه، دید سیاسی و دید منفعت جویانه دارد. نمایندگان مجلس حکومت را از بهر کامل نبودن کابینه در 3 سال گذشته انتقاد می کنند. تا فعلا اینا امی حکومت تکمیل کردن تانیستن، نه کابینه را 100% تکمیل کردن و نه در ولایات و نه در دیگه ادارات. در حال حاضر در کنار 7 وزارت که وزیران آن سلب صلاحیت شدند، وزارت های اطلاعات و فرهنگ و سرحدات و اقوام و قبایل نیز از چند ماه بدین سو از سوی سرپرست وزیران اداره می شوند. کانادا حکومت افغانستان را در بخش های گوناگون کمک خواهد کرد. نخست وزیر کانادا می گوید که هرچند کشورش اکنون در افغانستان سرباز ندارد، اما آماده است حکومت افغانستان را در بخش های دیگر کمک کند. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز نشست سران کشورهای عضو ناتو در سخنرانی خودش بر پیکار جدی با گروه های هراس افکن در جهان تاکید می کند. نخست وزیر کانادا که کشورش از سوی ایالات متحده آمریکا از بر عدم افزایش بودجه دفاعیش مورد انتقاد قرار گرفته است، تاکید میکند که در سال روان میلادی بودجه دفاعی این کشور افزایش خواهد یافت، اما سربازانش را به جنگ نخواهد فرستاد. نخست وزیر کانادا میگوید که کشورش در سال گذشته میلادی در پیکار با هراس افغانی در شماری از کشورهای جهان و شمول افغانستان نقش اثرگذاری داشته است، اما اکنون میخواهد که در بخش‌های گوناگون حکومت افغانستان را کمک کند. ما سرباز اکنون در افغانستان نداریم، اما ما خرسند هستیم که این کشور را به طریقه های دیگر کمک کنیم. ما همچنان یک عضو نیرومند ناتو و ائتلاف ضد داعش باقی خواهیم ماند. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هراس افغانان و مهاجران غیر قانونی را یک تهدید جدی در برابر امنیت کشورهای جهان میداند و از کشورهای عضو پیمان ناتو میخواهد که به تعهداتشان در پیکار با هراس افغانی پابند باشند. ناتو در آینده باید بیشتر تمرکز به هراس افغانان، مهاجرت و همچنان به تهدیدهای برخواسته از روسیه در مرزهای شرقی و جنوبی ناتو باشد. این نگرانی های امنیتی سبب شدند که به خواست ینس استولتنبرگ و دیگر متحدان ما بگوییم که کشورهای عضو ناتو باید در نهایت سهم عادلانه تعهدات مالی خود را کمک کنند. این در حالی است که ناتو در تلاش جلب حمایت کشورهای عضو این پیمان در پیکار با هراس افغانی به ویژه گروه داعش در افغانستان است، اما تا کنون تنها بریتانیا و استرالیا چراغ سبز برای سربازان بیشتر به افغانستان نشان دادهاند. گروهی از اعضای کنگرس ایالات متحده بر آغاز هرچه زودتر بحث‌های جدی درباره روشن شدن سرنوشت جنگ واشنگتن در افغانستان تاکید می‌ورزند. آنان لایحه‌ای را آماده ساختند که هرگاه از سوی مجلس نمایندگان کنگرس تایید شود، احتمال قطع منابع مالی فعالیت‌های نظامی آمریکا در افغانستان بیشتر خواهد شد. در این لایحه آمده است که رئیس جمهور، وزیران و کارشناسان آمریکایی در این باره که جنگ افغانستان را چگونه موفقانه می‌شود و پیروزی به انجام برسانند باید به کنگرس توضیحات بدهند. 7 عضو مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری در برابر ساختمان کنگرس حضور یافتند. آنان میگویند که با گذشت 16 سال و جان باختن بیش از 2200 آمریکایی و زخمی شدن 20,000 سرباز دیگر آمریکایی، هیچ تغییر بزرگی در افغانستان به میان نیامده است. در این بحث‌های کنگرس باید رئیس جمهور آمریکا و نمایندگان مردم درباره اهدافشان در افغانستان سخن بزنند. آیا هدف ایجاد یک حکومت دموکراتیک در آن کشور است؟
آیا آمریکا می خواهد محل مصونه را در آنجا ایجاد کند که حراس افغانان جا نداشته باشند؟ در حالی که این اهداف در 16 سال پسین درست مطرح نشدند. نبرد افغانستان نبرد است که 16 سال از آن گذشته است، اما هیچ کسی نپرسیده است که ما در این کشور چی میکنیم. من و دوستانم گفتیم بیایید تا تصمیم بگیریم که چگونه به آن رسیدگی کنیم. یکی از این قانونگذاران افغانستان را گورستان امپراتوری ها یاد می کند و می گوید که لایحه من تمویل جنگ افغانستان را تهیه کردند و می خواهند این لایحه در نشست عمومی مجلس نمایندگان به بحث گرفته شود. هنوز هم زنان و مردان جوانمان در افغانستان کشته می شوند و یا هم دست و پایشان را از دست می دهند. ما از مجلس نمایندگان می خواهیم تا یک بحث درباره جنگ افغانستان در این مجلس داشته باشیم. لایحه منع دسترسی به منابع مالی برای فعالیت در افغانستان در 22 ماه مارچ امسال به کنگرس پیشنهاد و به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان راجع گردید. نشست سران ناتو امروز در شهر بروکسل برگزار شد. دبیر کل ناتو میگوید که چگونگی پیوستن ناتو به ائتلاف جهانی ضد داعش، پیکار با حراس افغانی در جهان به شمول افغانستان و نیز هزینه های دفاعی ناتو در این نشست به بحث گرفته شدند. دبیر کل ناتو میافزاید که ناتو ماموریتش را در افغانستان ادامه خواهد داد تا نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را شکست بدهند و در برابر چندین گروه حراس افغان دیگر نیز نیرومندانه بجنگند. همکار ما لطفالله نجفی زاده از مقر ناتو در بروکسل به گونه‌ای زنده با ما هست. در پیوند با نشست سران اعضای ناتو امروز در بروکسل بیشتر صحبت میکنیم. سلام با شما آقای نجفی زاده، خیلی خوش آمدین به برنامه. موضوعات محوری که به منافع افغانستان منتج میشه و موارد که آقای ترامپ چون نخستین مورد از اشتراکش در نشست ناتو بود اشاره کردن و تاکید داشتن، از چه قرار بود؟ خب در یک نشست 3 ساعته فوق‌العاده ناتو قرار داریم که در این نشست بدون شک مبارزه با تروریسم یک بخش اساسی بحث است و افغانستان در او جایگاه خود داره. رئیس جمهور ترامپ از همتاهای ناتوش حالا انتظار داره که تعهد بیشتر به ماموریت افغانستان بکنه. آمریکا خواستار حدود 1500 نیروی نظامی غیر آمریکایی ناتو بر افغانستان است تا یک جا با 3500 نیروی آمریکایی افزوده شود به نیروی فعلی آمریکا در افغانستان. تصمیم گرفته نشده، تصمیم تا یک ماه دیگر گرفته میشه. این یک بحث مقدماتی است و قرار است که سران ناتو امروز برای رئیس جمهور ترامپ از آمادگی خودشان برای مصرف بیشتر در بودجه ناتو و در این حال بر آمادگیشان در مبارزه با داعش و تروریسم ابراز آمادگی بکنه. برای دبیر کل ناتو بر سرکوب حراس افغانان، داعش و طالبان در افغانستان تاکید کرده و تعهد ناتو را هم امروز اعلام کردن در سخنرانیشان. حالا تاکتیک جنگ با تروریستان در افغانستان چه مواردی بود که مشخص کردن؟ حالا ناتو میگه که ماموریت حمایت دارن و مشورتی دارن، توسط نیروهای افغان این کار را میکنن یا با تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی بیشتر به این مورد خواهند پرداخت؟ ناتو هیچ علاقمندی بر رفتن دوباره به ماموریت جنگی در افغانستان نداره. اونا ماموریت حمایوی را در کشورهای دیگه هم کپی دارن میکنن، مثل که حالا در عراق میخواین نیروهای عراقی را آموزش بدن. در افغانستان تنها امریکا یک نقش جنگی داره که او هم بخشی از ماموریت ناتو نیست. یک رابطه مستقیم بین افغانستان و امریکا زیر پیمان امنیتی. بنابراین از ناتو نمیتونیم انتظار داشت که به قریجات و روستاهای افغانستان بره و دوباره با طالبا و با دیگر گروه ها به شکل روبرو جنگ کنه. آنچه که اینا خواهند کرد ایست که نیروهای ناتو را در جاهای مختلف افغانستان بفرسته تا نیروهای ما را در سطح لواها، در سطح فرقه ها آموزش بتن و در انجام عملیات کمک کنن و اینا را در عرصه آمادگی برای جنگ آموزش بدن. برخلاف تلاش های آقای ترامپ مبنی بر فرستادن سربازان بیشتر از ناتو و امریکا، شماری از نمایندگان مردم امریکا در مجلس نمایندگان در کنگرس تاکید داشتند، پرسش های مطرح کردند که در گورستان امپراتوری ها که افغانستان باشه امریکا چی خواهد کرد و چند پرسش دیگر را مطرح کردند که باید پاسخش دولت امریکا بده.
آقای ترامپ چی ها را بیشتر امروز مورد توجه قرار داد؟ با چه موارد تماس گرفت در مورد افغانستان؟ یعنی میخوان ادامه داشته باشه حضورشان به شکل نظامی در افغانستان؟ رئیس جمهور ترامپ در صحبت 10 دقیقه‌ایش در مراسم گشایش این تعمیر بزرگ ناتو که دفتر نو ناتو هست هیچ اشاره به افغانستان نداشت، بلکه در کل از اعضای ناتو خواست تا در مبارزه با تروریسم بیشتر تلاش کنند و مصارف بیشتر ناتو را به عهده بگیرند. اما در قسمت بحث افغانستان ما میدانیم که حالا اونجا گفتگو جریان داره و روی ماموریت افغانستان نیز صحبت میشه. قرار است که تا 2 ساعت دیگه سرمنشی ناتو نشست پایانی خبری داشته باشه و در اونجا اعلام نتایج این جلسه را اعلام کنه. ممنون از حضور شما. لطف‌الله نجفی زاده خبرنگار تلو نیوز از بروکسل با ما بود و در این لحظات هم رفت و برگشت کوتاهی می‌داشت. دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها. ده تن از اعضای جمعیت اسلامی زیر نام شورای انسجام جمعیت در نشست مخالفتشان را با شورای موقت رهبری تازه این حزب اعلام کردند. شرکت کنندگان این نشست میگویند که اعضای تازه شورای رهبری این حزب بر بنیاد سلیقه انتخاب شدند. اعضای شورای انسجام این حزب میگویند که برای جلوگیری از چند پارچه شدن جمعیت نیاز است که کنگره این حزب برگزار شود. پس از افزایش شمار اعضای شورای موقت رهبری تازه جمعیت اسلامی افغانستان، اکنون ده تن از اعضای این حزب زیر نام شورای انسجام جمعیت. از چگونگی انتخاب شدن اعضای تازه شورای موقت رهبری این حزب انتخاب می کنند. یک اقدامی که جوابگونه است و یک اقدامی که طرف پنایت اعضای جمعیت نبوده و نیست. بیلگینه سیدی جمعیت مهم و اعضا سورای مشوره کردی او دی تعیین کی. ما اینجا سرنوشت یک حزب 60 ساله و یک حزب 70 ساله مردم افغانستان مطرح است که نباید دستخوشی خواسته ها و اغیار و خواسته ها و امیال شخصی افراد قرار بگیرند. شرکت کنندگان این نشست میخواهند که کنگره این حزب هرچه زودتر برگزار شود. از این کنگره شو لکو انتخابات و تلر شو. از آرمان تدویر کنگره، از ما آرمان تدویر مجمع عمومی جمعیت، قانون ساختن و اصول ساختن اجراعات جمعیت دفاع کند. در همین حال سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان در این باره می گوید شورای رهبری موقت جمعیت اسلامی افغانستان هم در این راستا به عنوان مهمترین کارش و به عنوان مهمترین اولویتاش برگزاری مجمع عمومی در خلال یک سال آینده است که این کار را باید انجام بده. از سوی هم ریاست اجرایی درباره اینکه چرا عبدالله عبدالله در فهرست تازه شورای موقت رهبری جمعیت اسلامی نیست چنین میگوید. مصروفیت های فعلی کاریشان و سمت سیاسیشان باعث شده که اینا در رهبری جمعیت اسلامی افغانستان نباشند. جمعیت اسلامی افغانستان شورای رهبری موقت این حزب را به روز سه شنبه اعلام کرد که شماره اعضای این شورا از 9 تن به 64 تن افزایش یافته است. ادامه خبرها. کابینه طرح تمدید راه آهن آقینه عطا مراد را تایید کرده است. بر بنیاد این طرح 10 کیلومتر خط آهن با هزینه در حدود 12 میلیون دلار از بندر آقینه تا شهر شبرغان ساخته خواهد شد. سرپرست وزارت فواید عامه میگوید که این وزارت در بررسی های 6 ماهه بودجه از سوی وزارت مالیه میخواهد که منابع مالی کافی برای عملی سازی این طرح خواهد شد. سرپرست وزارت فواید عامه میگوید اگر وزارت مالیه بودجه ساخت راه آهن را از بندر آقینه در فاریاب تا شبرغان را تامین کند، این وزارت در درازای 1 سال این خط آهن را با بهره برداری خواهد سپرد. در آخرین جلسه کابینه جلالت مآب رئیس صاحب جمهور هدایت دادند و کابینه هم تایید کرد که 10 کیلومتر از این خط آهن به داخل خاک افغانستان تمدید شود و هدف از این همین بوده که ما قادر باشیم تجار ما و متشبثین ما که در دو طرف خط آهن بتونن که اما تاسیساتی که مربوط به ذخیره تیل و روغنیات و یا گودامایی که برای اموال و کالاها است، او را بتونن ایجاد بکنن.
از سوی هم وزارت مالیه میگوید که پس از بررسی این طرح اگر نیاز باشد برای تمویل این خط آهن با کمک کنندگان خارجی نیز گفتگو خواهد کرد. زمونگ هست داده چه در شپگو میاست و در بررسی سخوروست در طولگرد وزاره سر پامغگی در یاد ملی پروژه لپاره مالی امکانات برابر کرد تر سو یاد پروژه کیفیت تا پکتو سر پا خپل وقت تطبیق سی. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع از وزارت فواید عامه می خواهد که با عمل به تعهداتش بندرهای بازرگانی کشور را با راه آهن و نیز با ساخت جاده حلقه‌ای با همدیگر وصل نماید. د ټولګټو وزارت ژمنه کړې و چې د افغانستان په خوره کې تقریبا د اقینی بندر څخه تر شیرخان بندر پورې به ډیر ژر د ریل پټلۍ غځول کیږي. بدبختانه لا تر اوسه پورې چارې نه دي پیل سوي، مشکلات لري. زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زره باید دغه لاره او یا هم دغه د ریل پټلۍ وغځول سي. سال گذشته افغانستان توانست با راه آهن با چین و ترکمنستان پیوند یابد، اما به گفته اتاق تجارت و صنایع توسعه نیافتن شبکه راه آهن در داخل کشور از یک سو باعث شده است تا افغانستان در بازرگانی بهره بزرگ از این راه‌ها نبرد و از سوی دیگر در ترانزیت نیز در استفاده از مزیت موقعیت جغرافیاییش ناتوان باشد. چین در واکنش به داخل شدن یک کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا بر آب‌های جنوبی چین هشدار می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین از واشنگتن می‌خواهد که به تمامیت ارضی حکومت چین حرمت بگذارد. در غیر آن با واکنش تند چین روبرو خواهد شد. یک کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا بر روز پنجشنبه بر آب‌های جنوبی چین گشت زنی کرد که این کار سخت واکنش حکومت چین را برانگیخته است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که ایالات متحده آمریکا باید این اشتباه را بپذیرد و در آینده دست به چنین کاری نزند. این اقدام از سوی ایالات متحده آمریکا انجام شده است. تمامیت ارضی چین را نقض میکند و خلاف منافع حکومت چین است. ما سخت خلاف این کار هستیم. در همین حال او میافزاید که واشنگتن خواستار علم مشکلاتش به حکومت چین درباره آب‌های جهانی نیست. ما همواره برگشتنی کشتی های کشورهای دیگر در آبهای جهانی حرمت گذاشته ایم. اما باید کشورهای دیگر نیز به تمامیت ارضی ما احترام بگذارند. این در حال است که آبهایی که در جنوب چین قرار دارند، حکومت چین این آبها را مربوط قلمروش می داند. اما ایالات متحده آمریکا این آبها را مربوط بیجنگ ندانسته و آن را آبهای جهانی می داند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در برابر روسیه موضع‌گیری مشترک دارند. رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید که هرچند به نظر میرسد دونالد ترامپ با اتحادیه اروپا درباره روسیه سیاست‌های متفاوتی دارد، اما اکنون روشن شد که حکومت تازه آمریکا با اتحادیه اروپا همچون گذشته سیاست‌های مشترک در جهان دارند. tolonews.com صفحه اینترنتی ماست. برای دسترسی به خبرهای تازه همچنان با 456 تماس بگیرید. سه بار کلید یک را فشار دهید و در چینل یوتیوب تولونیوز هم بازپخش برنامه‌های ما. از همراهیتان به خبرهای این ساعت در شبکه تولو سپاسگزاریم. در تولونیوز ما را دنبال کنید. شبتون خوش. پیش از آغاز نشست کشورهای عضو ناتو در بروکسل، رئیس شورای اتحادیه اروپا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. رئیس شورای اروپا میگوید که با رئیس جمهوری ایالات متحده درباره روابط بازرگانی و ویژه تجارت آزاد گفتگو کرده است. ما درباره موضوعات مختلف به شمول پیکار با هراس افغانی گفتگو کردیم. موضوعات مهم دیگر نیز به شمول آب و هوا شامل بود. در همین حال او از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که بر گسترش روابطش با کشورهای اروپایی ادامه بدهد. بزرگترین وظیفه همه کشورهای جهان تحکیم ارزش‌های ما است. ارزش‌های ما باید در نخست قرار داشته باشد. این در حال است که پیش از این رئیس جمهور ترامپ با کشورهای اروپایی درباره تجارت آزاد، موضوع روسیه و دیگر مسائل با هم اختلاف داشتند.
ریاست جمهوری میگوید که مدیریت و میزبانی نشست کابل به گونه فراگیر به عهده افغانستان خواهد بود. در این نشست همکاری های کشورهای منطقه و جهان برای رسیدن به صلح در افغانستان به بررسی گرفته می شود. قرار است این نشست با اشتراک بیش از 20 کشور تا 12 روز دیگر برگزار شود. در همین حال شورای عالی صلح نیز برگزاری نشست کابل را امیدوار کننده می داند. کابل برای نخستین بار به روز 16 ماه جوزا از نشست میزبانی خواهد کرد که در آن کشورهای منطقه و فرامنطقه درباره صلح افغانستان رایزنی خواهند کرد. نشست کابل متمرکز روی صلح است. افغانستان در تلاش است که با همکاری کشورهای منطقه و فرامنطقه تهداب و بنیاد گفتگوهای صلح را بنا بگذاره که از یک اجماع منطقوی و فرامنطقوی برخوردار باشه. نشست کابل در واقع تلاش است برای مالکیت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان. پروسه صلح و مصالحه به رهبری و مالکیت خود افغان ها هست و این خوب مظهرش میشه. دوم این که یک اجماع نسبی را در سطح منطقه نشان میده. در این میان برخ از اعضای مجلس به این باور هستند که برگزاری این گونه نشست ها در داخل افغانستان سبب ایجاد همگرایی منطقه‌ای درباره صلح افغانستان خواهد شد. اگر فکرها هم نظر بوده باشه، فکرها را جمع بکنه اینا، با یک تصمیم واحد این نشست آغاز بکنه و فکر میکنم یک دستاورد خواهد بود. در گذشته ها نشست ها درباره صلح افغانستان بیشتر در بیرون از افغانستان برگزار می شدند و هیچ یک از این نشست ها دریچه صلح را برای شهروندان افغانستان گشوده نتوانست. اما دیده شود که نشست کابل برای زنی های کشورهای منطقه و فرامنطقه صد های صلح را از پیش رو خواهد برداشت. شماری از باشندگان ولایت لوگر دست به اعتراضات زدند. این معترضان از بهر غصب شدن صدها جریب زمین از سوی زورمندان در این ولایت دست به اعتراض زدند. آنان میگویند که مقام های حکومتی در کار جلوگیری از غصب زمین ها در ولسوالی محمد آقا ناکام بودند. اینان باشندگان ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر هستند که دست به اعتراضات زدند. میگویند که شمارشان به حدود 1000 تن میرسد. به گفته آنان در دشت ولسوالی محمد آقا زمین های دولتی در حال غصب است و حکومت باید جلو غصب آن را بگیرد و طرح ساخت شهرک در این دشت را که در دوره حکومت محمد داود ساخته شده است عملی سازد. داخل دویت رسولی در حکومت رسولی سرده خلق لبق خلق سرده دست به گریبان سی او جنگی او سو ملی اون بیگی تراغ پور در حکومت مکتا دقیق دشت نرکی. دسته محکمه برنده شده، ولس برنده شده. این کوی سلطانی است، مال از دولت است، ما هم ولس دولت هستیم. به خاطر از اینکه به ماستر پلان زمان داوود خان این فیصله کرده بود که حدود 400 نمره بر از این مردم توزیع شود. به گفته این معترضان برخی از زورمندان از ولایت های دیگر نیز آمدند و این زمین ها را غصب می کنند. در نور ولایتون را غلی دقا جایون غصب کرده و دومو کلیوالان خپل کور نلری. کرایه کورو که پرته دی. واسیبین با حمایت یک تعداد همکارانشان امی ساحر را غصب کردن. ملکت دولت از این مردم حامیان املاک عام است. هجری من پای مال، مرشد من پای مال در اواخر دولت زایدشاهی هیچ چیز ولسوالی هم نبود. ولسوالی در 40 سال 45 سال پیدا شد. در همین حال معاون والی لوگر بر شنیدن خواستهای این معترضان تاکید می برزد. به نمایندگی از مقام ولایت به شما وعده میدیم که پیرامون موضوعات را که شما در قطعنامه ایتان تذکر دادین او را عملی خواهد کردیم و ما یک تقاضا از شما داریم که چند تا نماینده بینتان انتخاب بکنین که اونا همیشه همراه ما در امرای ولسوال صاحب و مقام ولایت داخلی تماس باشن. این در حال است که نزدیک به 3 ماه پیش والی لوگر تعهد سپرده بود که تمامی غاصبان زمین در این ولایت به پنجه قانون سپرده خواهند شد. وظیفه های 3 مقام امنیتی بامیان به علت جلوگیری از نشست یک هواپیمای شرکت هواپیمای کامیار به تعلیق درآمدند. وزارت امور داخله میگوید که پرونده های این مقام های پلیس بامیان برای بررسی های بیشتر به زودی به لوی سارانولی فرستاده خواهند شد و نیز 2 تن از نیروهای امنیتی دیگر که در میدان هوایی بامیان موظف بودند زیر نظارت و بازجویی هستند. در همین حال گزارش ها میرسانند که 10 ها گردشگر به علت متوقف شدن پروازهای کامیار به بامیان در این ولایت گیر ماندند.
در نخستین روزهای کار هیئت بررسی کننده رویداد جلوگیری از نشست یک هواپیمای مسافربری کامیر در بامیان، افزون بر وظیفه آمر حوزه اول امنیتی پلیس بامیان که پسر عبدالرحمن شهیدانی است، وظایف فرمانده میدان هوایی این ولایت و آمر امنیت فرماندهی پلیس بامیان به حال تعلیق در آمدند. از 5 نفر به صورت جدی تحقیق کردیم، از جمله 3 نفر از این افراد به کابل با خود انتقال دادیم که شامل آمر امنیت، قماندان میدان و آمر حوزه اول امنیتی است. به شدت تیم ما بالای ای دوسیه کار دارن و هر چاجل ای دوسیه را ما روان میکنیم به سارانوالی افغانستان. در این میان با متوقف شدن پروازهای شرکت هوایی کامیر، ده‌ها گردشگر در بامیان گیر ماندند. گردشگران در بامیان میگویند که زمان تکت‌هایشان برای برگشت از بامیان و رفتن به کشورهایشان گذشته است و آنان پروازهایشان را در دبی و کشورهای دیگر از دست دادند. یک بار دیگر نشان دادند که حاکمیت دولت در بعضی از ولایات ضعیف است و افراد زورمند هنوز هم حرف اول می زنند. با این هم مسئول امنیت پروازهای شرکت کامیر درباره از سرگرفتن پروازهای هواپیماهای کامیر چنین می گوید: هر زمانی که قضیت تکمیل شود و اداره مستقل هوانوردی ملکی بر ما از امنیت و مسئولیت میدان هوایی بامیان اطمینان دهند، ما پروازهای خود را به بامیان آغاز خواهیم کرد. به روز 3 شنبه همین هفته، پسر عبدالرحمن شهیدانی، عضو مجلس نمایندگان و نزدیکانش به علت بازماندن آقای شهیدانی از پرواز کابل بامیان از نشست یک هواپیمای مسافربری کامیر به میدان هوایی بامیان جلوگیری کردند. در یک حمله انتحاری در نزدیک ساختمان مدیریت امنیت ملی ولسوالی واشیر ولایت هلمند، 6 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. یک منبع امنیتی تایید میکند که این رویداد ناشی از یک حمله انتحاری بوده است. در همین حال سخنگوی والی هلمند این حمله را تایید میکند، اما درباره تلفات آن چیزی نگفته است. فرانسه و بریتانیا از تهدیدهای برخواسته از جنگجویان شبکه القاعده و گروه داعش آسیب پذیر هستند. نخست وزیر فرانسه با بیان این مطلب میگوید از آنجا که کشورهای اروپایی با تهدیدهای گروههای هراس‌افکن روبرو هستند، باید وضعیت اضطراری در فرانسه تمدید شود. در همین حال نخست وزیر بریتانیا از ایالات متحده آمریکا میخواهد که در زمینه شریک سازی اطلاعات استخباراتی به بریتانیا کمک کند. فرانسه و بریتانیا دو کشوری که عضو ناتو هستند و نیز در ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق و سوریه نقش‌های اثرگذاری دارند، با تهدیدهای سخت امنیتی روبرو شده‌اند. نخست وزیر فرانسه به دنبال رویداد شهر منچستر بریتانیا از پارلمان این کشور می‌خواهد که وضعیت اضطرار را تمدید کند. بریتانیا و فرانسه با دشمنان مشترک می‌جنگند و با سرکوب جنگجویان این گروه‌ها در قلمروهایشان ادامه خواهند داد. در همین حال نخست وزیر بریتانیا که در نشست سران کشورهای عضو ناتو شرکت کرده است میگوید که کشورش به تعهداتش در پیکار با عراس افغانی پابند است. نزدیک به 1000 نیروی ارتش در تامین امنیت نیروهای پلیس را کمک می کنند. من در نشست ناتو با کشورهای دیگر کار خواهم کرد تا عراس افغانان را شکست بدهیم. بر بنیاد یافته ها یک نهاد بریتانیایی از 27 تا 31 هزار جنگجوی خارجی در حمایت از گروه داعش در خاک عراق و سوریه می جنگند که از این میان 6 هزار جنگجو از کشورهای اروپایی به عراق و سوریه رفتند و بیشترشان شهروندان فرانسه و بریتانیا هستند. نگرانی های وجود دارند که این جنگجویان با برگشت به کشورهای اروپایی حمله های را انجام خواهند داد. یک نمایشگاه ویژه ساخته های دستی روستایی زیر نام بازار روستایی امروز در کابل گشایش یافت. وزیر احیا و انکشاف دهات هدف از برگزاری نمایشگاه را بازاریابی برای ساخت های دستی روستایی میگوید و این میافزاید که این نهاد از طریق برنامه توسعه ساخته های روستایی تا اکنون 90 میلیون افغانی برای گسترش کار و بار زنان کمک کرده است. در حال حاضر بیش از 70 هزار تن از زنان روستایی در روستاهای کشور در بخش های ساخته های دستی کار میکنند.
در این بازار روستایی سخته های دستی زنان از 5 حوزه کشور برای 2 روز به نمایش گذاشته شدند. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که در نظر دارد امسال برنامه توسعه سخته های دستی روستایی را به 15 ولایت کشور گسترش بدهد. ما نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج کشور امسال ما 2 مرتبه اینا را به هندوستان روان کردیم تا اینا بفهمند که در خارج از افغانستان هم اینا برای تولیدات خود مارکت داشته باشند. گلیم بافی، قالین بافی، مهره دوزی، صیقلکاری زیورها، ساخت لباسهای محلی، خامک دوزی و ساخت دستکولها از ساخته های دستی زنان روستایی هستند. اما زنان روستایی میگویند که ساخته های دستی آنان بازارهای مناسب ندارد. یک بازار دائمی نتانستن به خانم ها ایجاد کنن و یک بازاری که بتانن خانم ها منظم از اوجا خودشان داد و ستود داشته باشن، یک بازاری که مشتری به اوجا خوبتر مراجعه کرده بتانه. نبوده بسته‌بندی میاری از چالش های دیگر در برابر زنان روستایی گفته می شود. بوتلای ما کلشان پلاستیکی است، بوتلای شیشه پیدا نمیشه. کدام فابریکه هم نیست که بوتلای شیشه برای ما تولید کنه که ما داخل محصولات ما داخل میندازیم. به خاطر همین محصولات ما در سطح افغانستان رایج است، مگر در خارج ما صادر کردن نمیتونیم. در حال حاضر بیش از 70,000 تن از زنان روستاها در بخش‌های ساخته‌های دستی کار می‌کنند و 5,000 گروه‌های پسنداز و نیز 500 اتحادیه‌های پسنداز از سوی این زنان در روستاهای کشور ساخته شده‌اند. و با این ترتیب رسیدیم به پایان این ساعت خبری. از همراهی شما هم سپاسگزار هستیم. در دقایق پایانی هم همکار ما خبرهای ورزشی را تقدیمتان می‌کند. شب بر همتان خوش. خدا نگهدار. سلام دوستان، حال هم خبرهای ورزشی. تیم دوردگ اتلان قهرمان نخستین دور رقابت‌های استقامتی مویتای کشور شد. در این رقابت‌ها باشگاه اتلان جایگاه دوم و بازیکنان باشگاه شاهین جایگاه سوم را به دست آوردند. نخستین دور رقابت‌های استقامتی مویتای در بخش‌های جوانان و نوجوانان امروز از سوی انجمن مویتایکاران راسخ در کابل برگزار شد. در این رقابت ها بیشتر از 60 ورزشکار از 9 باشگاه شهر کابل و ولایت های قندهار، غزنی، وردک و پنشیر اشتراک نموده بودند. هدف ما صرف همی بود که بتانیم که دوستی و محبت بین ورزشکارا در میان بگذاریم و قدرت و بدنی از یارا بیشتر کنیم و بیشتر و جنبه تفریحم داره و سرگرمی هم است که ما بتانیم که ورزشکارا یک تفریح یا یک سرگرمی داشته باشه و بیش از 63 ورزشکار در این رقابت شرکت کرده از 9 باشگاه. ما بسیار احساس خوشی دارم که در مسابقه ما اول شده و بسیار تمرینات بیشتر کردیم به خاطر از این مسابقه. در این مسابقات استقامتی آماده بودیم، توانستیم یک تیم بودیم، 3 نفر بودیم که توانستیم همگی ما یک کار بسیار خوب کنیم و اول شدیم. در پایان این رقابت ها برای چهره های برتر تقدیرنامه ها و جام های قهرمانی از سوی ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور داده شد. ملی پوشان معلول کرکت کشور توانست در سومین دیدار بیست‌اوره تیم ملی معلولین کرکت هند را شکست بدهد. در پایان این دیدار محمد الله از تیم معلولین افغانستان با انجام دادن 48 دوش از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم معلولین افغانستان آغاز کرد و در 20 اوور بازی با از دست دادن 8 بازیکن توانستن 197 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم ملی کرکت معلولین کشور محمد الله خوب درخشید و توانست 84 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد و در مقابل در بخش بالینگ برای تیم معلولین هند اوریل خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل ملی پوشان معلول هند نتوانست هدف داده شده تیم ملی معلولین افغانستان را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 28 دوش به تیم افغانستان واگذار کرد که در مجموع توانستند در 20 اوور بازی با از دست دادن 9 بازیکن 169 دوش را انجام دهد که در بخش بالینگ برای تیم ملی معلولین افغانستان نبی الله خوب درخشید و توانست 4 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید
در پایان این دیدار محمد الله از تیم معلولین افغانستان با انجام دادن 84 دوش از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. منچستر یونایتد با پیروزی 2-0 مقابل آژاکس قهرمان رقابت های این فصل لیگ اروپا شد و سهمیه فصل بعد لیگ قهرمانان را نیز به دست آورد. شاگردان ژوزه مورینیو در هر نیمه یک بار دروازه حریف را باز کردند تا به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنند و برای اولین بار فاتح لیگ اروپا شوند. این قهرمانی آقای خاص را به هدفش یعنی رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان نیز رسانید. منچستر یونایتد بازی را بهتر آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی موقعیت های خوبی روی دروازه حریف به وجود آورد، اما کم دقتی بازیکنان این تیم در زدن ضربات نهایی باعث شد تا دروازه آژاکس بسته بماند. برتری یونایتدی ها ادامه داشت، اما این آژاکس بود که می توانست در دقیقه 15 به گل برسد، اما سرخی رومرو با یک جایگیری مناسب ضربه برتر اندرو ترایرو را مهار کند. سرانجام در دقیقه 18 بود که قفل دروازه ها باز شد و منچستر یونایتد با آنچه که از ابتدای بازی استحقاقش را داشت رسید. روی حرکت خوب امروان پلینی و پاس در عرض او این پل پگبا بود که با پشت محوطه جرمی آژاک صاحب موقعیت شد و با یک شوت تماشایی که در بین راه با مداخی حریف هم برخورد کرد گول اول بازی را به ثمر رسانید. بازیکنان آژاکس تلاش کردند تا بلافاصله گول خورده را پاسخ بدهند، اما این منچستر یونایتد بود که می تواند در دقیقه 24 به گول دوم برسد. روی یک نفوذ آلای انتونیو ولنسیا تقریبا با دروازه‌بان حریف تک به تک شد، اما ضربه او را اونانو دفع کرد. در ادامه بازی متعادل شد و بازیکنان آژاکس هم با پرسنگ از جلو زمین در تلاش بودند تا تیم حریف را تحت فشار بگذارند، اما در نهایت توپ دیگر در نیمه اول از خط دروازه ها عبور نکرد و منچستر یونایتد با برتری 1-0 برخت کرد. نیمه دوم را آژاکس هجومی تر آغاز کرد، اما این منچستر یونایتد بود که در دقیقه 48 به گل رسید. روی یک ضربه کارنر از سمت چپ دروازه آژاکس بود که ضربه سر کریس اسمالینگ در مقابل دروازه به هندریک مختاریان رسید و او هم با ضربه تماشایی حساب کار را 2-0 کرد. تیم آژاکس که چیز برای از دست دادن نداشت بعد از این گل پیش کشید و در مقابل یونایتدی ها در تلاش بودند که روی ضد حملات به گل بعدی برسند. در دقیقه 65 مروان پلینی می توانست ارسال پل پوگبا را تبدیل به گل کند، اما ضربه سر او را اونانو مهار کرد. حملات آژاکس ادامه داشت، اما دفاع فشرده و منسجم یونایتدی ها مانی از رسیدن آنها به گل می شد. در دقیقه 87 چیزی نمانده بود که جس لنگارد روی یک فرار تماشایی در موقعیت تک به تک گل سوم را برای منچستر یونایتد به ثمر برساند، اما مدافعان و دروازه‌بان آژاکس هر طوری که بود او را متوقف کردند. تلاش تیم هالندی برای رسیدن به گل ثمر نداشت و در نهایت بازی با همان نتیجه 2-0 به سود منچستر یونایتد به پایان رسید و این تیم فاتح رقابت‌های لیگ اروپا شد. میلی‌پوشان بنگلادش توانست با تفاوت 5 وکت تیم زیلاند نو را شکست بدهد. در پایان این دیدار مشفق رحیم از تیم بنگلادش با انجام دادن 45 دوش بدون اوت از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.
We're all set. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم زیلاند نو آغاز کرد و در پنج اوور بازی توانستند با از دست دادن 8 بازیکن 270 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم زیلاند نو لیتم خوب درخشید و توانست 84 دوش را به سوی تیم خود به دست بیاورد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم بنگلادش مشرف مرتضی خوب درخشید و توانست 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل بازیکنان تیم بنگلادش بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز کردند و توانستند هدف داده شده تیم زیلاند جدید را برآورده سازد و برنده این دیدار شود که در مجموع با از دست دادن 5 بازیکن در اوور 49 بازی توانست هدف داده شده تیم زیلاند نو را برآورده سازد که در بخش بیتینگ برای تیم بنگلادش تمیم اقبال خوب درخشید و توانست 65 دوش را با سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم زیلاند نو پاتل خوب درخشید و توانست 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار مشفق و رحیم از تیم بنگلادش با انجام دادن 45 دوش نات اوت از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. Well, there you go. Top edge is exactly what I was talking about. ماریا شاراپوا قرار است با کارت سفید به رقابت های تنس جام گاروس تورنتوی کانادا دعوت شود. ماریا شاراپوا تنسوار مطرح جوان جهان پس از 15 ماه محرومیت با میادین برگشت در رقابت های تنس آزاد اشتوتگارت شرکت کرد اما نتوانست به قهرمانی برسد. ماریا شاراپوا تنسوار مطرح جهان پس از 15 ماه محرومیت با میادین برگشت. وی در نخستین مسابقه خود در اشتوتگارت با کارت سفید شرکت کرد و قرار است در رقابت های جام گاروس که ماه آگست در تورنتو کانادا برگزار خواهد شد دوباره با کارت سفید حضور یابد. دارنده 5 دوره گرند اسلم درباره حضور در کانادا میگوید: من مشتاقانه منتظرم تا به کانادا برگردم. خاطره خوبی از بازی در تورنتو دارم. هواداران در این شهر واقعا آمی و پشتیبان هستند. مسابقات تورنتو یکی از بزرگترین مسابقات امسال است و امیدوارم بهترین بازیم را در این مسابقات داشته باشم. مسئول برگزاری تورنمنت تورنتو درباره حضور شاراپوا میگوید که او دارای عنوان قهرمانی گرند اسلم است و یکی از ورزشکاران مورد علاقه هواداران. میدانیم که مهمانان ما از حضور شاراپوا خوشحال خواهند شد. این تنسور 30 ساله روس امیدوار بود بتواند جواز حضور در مسابقات آزاد فرانسه را به دست آورد و یا با کارت سفید در این رقابت ها حضور پیدا کند. اما مسئولان برگزار کننده در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم زیلاند نو آغاز کرد و در پنج اوور بازی توانستند با از دست دادن 8 بازیکن 270 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم زیلاند نو لیتم خوب درخشید و توانست 84 دوش را به سوی تیم خود به دست بیاورد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم بنگلادش مشرف مرتضی خوب درخشید و توانست 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل بازیکنان تیم بنگلادش بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز کردند و توانستند هدف داده شده تیم زیلاند جدید را برآورده سازد و برنده این دیدار شود که در مجموع با از دست دادن 5 بازیکن در اوور 49 بازی توانست هدف داده شده تیم زیلاند نو را برآورده سازد که در بخش بیتینگ برای تیم بنگلادش تمیم اقبال خوب درخشید و توانست 65 دوش را با سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم زیلاند نو پاتل خوب درخشید و توانست 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار مشفق و رحیم از تیم بنگلادش با انجام دادن 45 دوش نات اوت از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.